در مورد روایت هایی حالا بگیم که حالا روایت های تاریخی یا اینها که بیا چون بعضی داستان در واقع وقایع تاریخی هست که مثلا مثل همین محاصره خونه عثمان را دلاتال انها یا همچین حمله ای میان جزیات رو میگن فلانی این کار رو کرد فلانی اول جلو رفت در واقع چه بسا خیلی داستان ها و وقایع بخوان قصه هایی در این زمینه تعریف بشه آیا روایت های صحیحی ما داریم که حالا با جزئیات بیاد اسم اشخاص گفته بشه اونجا که در این محاصره فلانی مثلا رفت در خونه رو باز کرد یا فلانی نمیدونم در واقع کشیک میداد فلانی یعنی چون این چیزهایی در اونها اومده باشه بله. روایت صحیحی داریم الان چون بحث ما در ابتدای محاصر شدن حضرت عثمان امیر المؤمنین بله. رضی الله عنه هستند در روایت های صحیح تفصیل اینکه چگونه این حصار شروع شد نیومده اما وقتی که به حوادثی که رخ داده میتونیم پی ببریم ببینیم که این حصار از کجا شروع شد حضرت عثمان رضی برای مردم صحبت میکردند شخصی به اسم اعیون ابن دبیعه بله. ابن ناجیه ابن غفال تمیمی حنظلی الدارمی که بله. این برادر سعسعه ابن ناجیه که جد فرزدق بوده فرزدق این, این شخص اعیون برادر سعسعه است که سعسعه جد فرزدق هست که ابن عبدالبر وقتی نو یاد میکنه نمیگه که جزو صحابی بوده این اعیان ابن دوبی من بدونیم که تکرار کنیم که هیچ کدام از صحابه رضوان الله علیهم نه در شهادت حضرت عثمان دستی داشتن و نه راضی بودن و نه هیچ گونه همکاری با این اوباش ها داشتن نه صحابه حتی فرزندان صحابه رضوان الله علیهم و حتی محمد ابن ابی بکر چون محمد ابن عبی بکر اون تو شما اسمش رو آوردید یکی از شبهاتی که چه بسته حالا روافظ بیشتر مطرح میکنند اینه که محمد ابن عبی بکر هم شرکت داشته در چون این حمله ای محمد ابن عبی بکر در آنچه که اومده که بلا خواهیم رسید انشالله که وقتی میره خونه عدد عثمان ریش در عثمان رو میگره میگه که اگه پدر زنده بود هیچ وقت این کار انجام نمیداد که محمد خجالت می‌کشه، سرش مندازه پایین و میگه که بریم بیرون برید بیرون که دیه نمیتونه کاری کنه این در این حد گفته شده تنها چیزی که در مورد محمد ابن وقت این حد است این اما اینکه دیگه همکاری داشته باشه که بیاد و محمد ابن که از 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 صحابی نیست صحابی هم نیست بله و تنها, تنها, چیزی که گفته شده از او این است اما باقی فرزندان صحابه رضوان الله علیهم یا کسانی که حالا از فرزندان بزرگان صحابه باشند هیچ کدام یا خود صحابه باشن. بله به هیچ عنوان دارد. بلکه همه مخالف بودند آنها را لعنت کردند قاتلان ادرت عثمان را لعنت کردند نفرینشون می کردن. این فرد اعیون ابن دوبیعی کسی بود که شطر حضرت عایشه در جنگ جمل رو پی می کند. بله. و گفته میشم طور که ابن حجر میاره در الاصابه یعنی رد شطورش رو میزنه در نه پاشو میزنه پاشو پیش میکنه بله. که در اینجا میگه که نفرینش میکنه حضرت عایشه رضی الله عنه که کشته بشی یا به سلاح خود اگه بگیم که ترور بشه و همینطوری هم کشته شده معلوم بله. خب حضرت عثمان صحبت میکردن برگردیم به این قضیه بله. اعیون ابن ضبیعه بلند میشه میگه که یا نعسل قد انک قد بدلت این صفت بدی بود که مصری ها به حضرت عثمان رضی الله عنهم می سبعی ها اینو برای اهانت اون چیزی که همیشه خب دی می بینید که همین سبعی ها درست کردن در مورد حضرت ابوبکر هم درست کردن شما می بینید وقتی که در دعاهایی که میخوان لعنت هایی که میکنن در کتاباشون وقتی در مورد حضرت عثمان چی میگن در مورد حضرت عمر اون عایشه و باقی صحابه چیزایی که میگن حضرت عثمان رضی میگه این کیه میگن میگن که اعیون بل میگه بل انت ایها العبد بلکه تو ای انسان حقیر این گونه هستی بله. که مردم حمله میکنن به اعیون که صحابه که بودن تا اینکه یک بالاخره اون از مسجد بیرون میکنه اینجا میرسیم که حالا بحث ما در یک مدتی حضرت عثمان رضی الله عنه از خونه موندن بیرون ملاقات هایی داشتن کسی می اومد برای نماز هم می و امامت نماز هم به حده خودشون بود بله خلیفه مسلم برمان خلیفه مسلمین بود در خونه هم می اومدن اونها اطراف خونه بودند اما از اینکه کسی بیاد بره خونه ممانعت نمی کردن و حتی ممانعت حضرت عثمان هم نمی کردن که بیاد تو مسجد و نمازش رو بخونه بعد از این می که که قدم فراتر می روند قدم به قدم دیگه حرکت میکنن اینها بله. میان حضرت عثمان و از اینکه از خونه بیاد بیرون و برای نماز بازش داشتن اجازه نمیدادن که بیاد نماز و یکی از خود این اهل فتنه با مردم نماز میخوند آن چیزی که واقعی نقل کرده در مورد اینکه حضرت علی با مردم نماز میخوند دروغ هست چون واقعی اصلا خود واقعی انسان متروکی است انسان بله. بسیار ضعیف است و حتی گفته شده که ابو ایوب انصاری خب این هم روایت باری درست نیست بلکه یکی از خود آنها نماز میخوند تا جایی که عبید الله ابن, ابن عدی ابن الخیار میاد پیش, پیش حضرت عثمان را دلانه ش... میگه که یکی از اینا نماز میخونه چکار کنیم؟ اگر حضرت علی نماز میخوند که دیگه نمی اومد پیش حضرت عثمان اظهار ناراحتی کنه یا اگه ابو ایوب انصاری نماز میخوند که دیگه نمیومد ناراضی باشه که چرا ابو ایوب نماز میخونه اهل فتنه امامت رو به عهده داشتن که عثمان اینطور که در روایت بخاری هست وقتی میاد حضرت عثمان که الصلاة و احسن و ما عمل الناس بهترین کاری که مردم انجام میدن نماز هست و ایضا احسن الناس فاحسن احسن معهم دقت کنید الان حضرت عثمان چی میگه وقتی که مردم خوبی کن تو هم با آنها خوبی کن و ایضا اصاؤ فجتن به هم اگر بدی کردن تو از بدی اونها خودتو دور کن ده. نمیگه تو هم بدی کن تو هم مقابل مثل بکن اینو نمیگه میگه خوبی کردن فحسن من تو هم خوبی کن خیلی خوبه بدی کردن تو از بدی اونها خودداری کن خودتو دور کن بس الان کسی که نماز میخونه با مردم یکی از سران این اوباش هاست